با سلام به شما عزیزان، من جمشید چالنگی با شما خواهم بود در ساعت پیشرو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. چون برنامه های پیشین، در این برنامه نیز مرور خواهیم کرد مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران رو و آنچه را که مربوط میشه به ایران و مردم ایران در عرصه منطقه و همینطور در عرصه بین المللی. گسترش اختلاف میان دو جناح اصلی حکومت ایران، آقای مصطفی تاجزاده از مقامات پیشین حکومت ایران که اکنون در زندان است، در این زمینه حرفای تازه‌ای زده است. کم آبی در جنوب پایتخت، ویران کردن کپرهای حاشیه‌نشین‌های تهران بر سر آنها، فاش شدن یک اختلاس 22 میلیارد دلاری دیگر، اعدام 3 زندانی در بندرعباس، تدارک مقدمات حکومتی برای لغو پروانه وکالت وکلایی که مطلوب حکومت ایران نیستند، و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مسکو، و آخرین اقدامات داعش در عراق و سوریه. با من و شما هستند در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در آمریکا آقای محسن سازگارا در شیکاگو. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا به دلایل فنی، یعنی اشکالاتی که در ارتباط بود برای تصویر، از طریق تلفن با من و شما هستن. سلام به شما آقای سازگارا. سلام آقای چالنگی، خدمت شما، خدمت آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی، و من هم عذرخواهی میکنم این هتلی که این کنفرانس هستش در حاشیه شهر شیکاگو مشکل اینترنت داره و نتونستم از طریق اسکایپ خدمتتون با تصویر باشم. بله، حالا برحال بینندگان خودشون توجه دارن. البته هتلای شیکاگو معمولا خوب هتلای 4-5 ستاره هستن، نیست؟ این هتل اتفاقا آره خوبه، هتل خوبیه، اینترنتش نمیدونم چه مشکلی داره که بره. کار ما رو لنگ گذاشته. در حاشیه شهر شیکاگو هم هستش البته. بله، موضوع خودتون باشین، چون شیکاگو همچنان شهر ناآرامیست در مواردی. آقای نوری‌زاده عزیز، ببینید الان به نظر میرسه که اختلافات میان جناح‌های حکومت همچنان وجود داره و رو به گسترش. آقای تاج‌زاده به تازگی گفته که افرادی رو زیر فشار گذاشتن تا علیه آقای رفسنجانی صحبتایی کنن، همزمان با محاکمات مهدی رفسنجانی و صحبتایی که اخیراً آقای خامنه‌ای کرده. اینها رو شما چطور تفسیر و تعبیر میکنید و چطور بازتاب این اختلافات هست نیست چه هست؟ ببینید آقای چالنگی عزیزم، انگار این داستان دیروز داره امروز تکرار میشه. وقتی آقای خاتمی اومد، عبدالله نوری دست راست او و ستون کابینش رو سرنگون کردن، حالا آقای فرجی دانا رو که جنس ناجور کابینه بود انداختنش، الان دارن زمینه سازی میکنن برای استیضاح آقای علی جنتی وزیر ارشاد. اونجا هم دکتر مهاجرانی رو استیضاح کردن. اون تا مهاجرانی خیلی زلنگ بود، بلد بود چجوری از دست اون استیضاح جان سالم به در برد
و اسباب غضب بیشتر ولی فقیه رو فراهم کرد، به گونه دیگری کنارش زدن. ولی الان برنامه رو دارن بر آقای روحانی میچینن. حالا یه آدمی که اومده گفته من یه برنامه‌ای دارم و کاری میخوام بکنم، از صبح تا شب وقتی درگیر استیضاح شد و مثل آقای روحانی هم آدم عصبی بود، نتیجهش این میشه که ولی فقیه بگه آقا شما باید انتقاد پذیر باشی، مثل که خودش انتقاد پذیره. اسم آقای ولی فقیه رو با صفت و صلوات نیاری دودمانت به باد میره. ایشون رو وقت نصیحت میکنه شما انتقاد پذیر بشی. یک رژیم مافیایی فاسد پر از نفاق معاون وزیر کشور رو زیر شکنجه میذارن که بیاد بگه رفسنجانی در داستان جنبش سبز نقش هدایت کننده داشت و پول داده بود که این جنبش رو ما به شورش بزرگ تبدیل کنیم. قبلا از دهان آقای ابتهی حرفای کشیدن، اینا بعد به جایی نرسید، حالا دوباره شروع کردن. داستان مهدی هم که هست، که چند روز پیشتم یکی نوشته بود که استناد به یک سازمان بین‌المللی کرده بود که 12 میلیون دلار مهدی رشوه گرفته. حالا دارن رشوه رو با توطئه و با همه قاطی میکنن که آقای هاشمی رو در واقع در این سنین بالا بی آبروترش بکنن و خونه نشین. و این داستان هست، یعنی یه رژیم منافقی که دست راستش با دست چپش به هم زده خیلیه. شما فکر کنید آقای چالنگی، این رژیم به نقطه ای از رزالت و نقطه ای از جا به جایی رسیده. من یک امروز این خبر کشتن عبدالرؤوف ریگی رو که شنیدم اینو میخواستم بگم، این خیلی مهم بود، گفتم یادم نه. داعش رو کی در عراق قدرت داد؟ نوری‌المالکی. او بود که با توطئه، من از کردها شنیدم، با توطئه برای اینکه 2 میلیون آواره بریزه سر کردها، 14,000 نیرو رو از موسل عقب کشید. داعش رو در ایران خامنه‌ای داره درست میکنه. کشتن عبدالرؤوف ریگی یعنی چی کار کردن؟ یعنی به داعشی ها زمینه دادن، چون عبدالرؤوف ریگی مخالفت شدید کرد با کشتن درجه دار دانای فر و ایستاد جلوشون، باشون درگیر شد با گروه تندرو. حالا او رو کشتن، فردا با کی طرفدار میشن؟ با یه مولوی اولترا تند سنی سلفی که وردست بن لادنه. خود آقای خامنه ای داره این مملکت رو به این سو میکشونه و متاسفم که یه همچی آدمی در این تاریخ و در این شرایط بسیار حساس با هزاران اشتباه همچنان تصمیم گیرنده اصلی در کشور ماست. اشاره آقای نوری‌زاده به اعدام هایی است که اخیرا انجام شد. بله، یاسر ریگی و بقیه هم که در جنوب اعدام کرد و در کرمانشاه هم کشتن. و در کرمانشاه هم، بله. به هر حال حتما مورد بررسی قرار خواهیم داد، به این نکات خواهیم رسید در مورد داعش، نقش جمهوری اسلامی در اوضاع منطقه و آنچه که پیامدهای دخالتهای حکومت ایران بوده در ایران. آقای سازگارا، این اختلافات ظاهرا به نظر میرسه که وضع مملکت به حال خودش رها شده. حضرات سرگرم همین اختلافات هستن از زمانی که بوده. حالا این پرده ایست بر عدم کارایی مسئولان حکومت، هرچه که هست. شو تفسیر شما رو ما میشنم. والا نظام جمهوری اسلامی مشکل بحران ناکارآمدی رو که داشت و داره، و این بحران ناکارآمدی در ابعاد مختلف خودش رو نشون میده، از سوء مدیریت منابع آب تا هوا که دو ماده اولیه زندگی هر جانداریه، بگیرید تا مسائل اقتصادی، تورم همزمان با رکود، معضلات اجتماعی و ده ها مشکل ریز و درشت دیگه. اما در این بحران ناکارآمدی شما اضافه بکنید نقش آقای خامنه ای رو که با این صحبت هفته گذشته ایشون در جمع هیئت وزیران به نظر من شکی باقی نگذاشت ایشون که پشت
این توطئه ها علیه دولت روحانی شخص ایشون نشسته. این شخص ایشونه که چراغ سبز داد به مجلس وزیر علوم رو استیضاح کنن، الان وزیر ارشاد و دیروز دیدم وزیر کشور هم در لیست استیضاح قرار داره و شخص ایشونه که دوباره همین لباس شخصی ها رو تجهیز کردن به خیابون بیان به اسم مبارزه با بدحجابی به جون زن بچه مردم بیفتن. شخص ایشونه که انواع اقسام توطئه ها رو در دستگیری آدم های دوربر آقای روحانی، الان مسئله ساز کرده، کوک کردن ساز مخالفت با آقای رفسنجانی رو که هر روزی نیست واقعا بیشتر از 10 تا 20 تا فحش به آقای رفسنجانی ندن از تریبون های مختلف کوک کرده ایشون و ده ها مسئله دیگه که به نظر من از ذهن بیمار آقای خامنه ای فقط برمیاد. ایشون استاد این آقای چالنگی که اگر فشاری بهش بیاد مثل فشار مردم وقتی احساس میکنه یه خورده بشینه عقب، بعد با حوصله میشینه توطئه میکنه در زوایای مختلف، تمام هوش و حواس و زرنگیش دنبال درست کردن توطئه برای این وزیر و اون رئیس جمهور و اون رئیس دولت و اون رئیس تشخیص مصلحت نظام و به جون هم انداختن و اون چه که البته همطور که شما فرمودید از دست میره مردم ایرانند که در این نزاع قدرت بی انتها که واقعا بی انتها هست، دائما حذف سیاست حذف و تقسیم بر دو در جمهوری اسلامی از روز نخست تا الان بوده، مشکلاتشون انباشت میشه و چیزی حل نمیشه. آقای نورزاد ببینید، اینو سرگرم الان دوره شده که هم رفسنجانی هم احمدی نژاد با همدیگه به هر حال به قول آقای سازگارا بدوی را میشنون یا هر چی که هست، این به کنار. اما شما ببینید جنوب شهر تهران آب ندارن، دوچار بی آبی هستن. اون طرفتر حاشیه تهران، چپرنشین های حاشیه تهران رو شهرداری تهران دستور داده با موافقت همین آقای قالیباف خراب کرده. زابلی هستن، اون منطقه‌ای که زابلی ها و سیستانی ها بیشتر میشستن، همه اینا رو خراب کرده. اون وقت یک مرتبه آقای خاتمی میاد، ایشون هم بنده و جنابادی و دیگران نیستیم که مسئولیتی نداشتیم در این حکومت، ایشون هم مسئولیت داشتن، حرفشون در داخل ایران هم میزنن، نمیشه باور نکرد، یعنی به هر حال دستی در کار داشتن. گفته که آقا این چه وضعیه که وضعیت شده به جایی که 1 میلیارد دیگه دزدی حساب نمیشه، اصلا مردم حساسیت ندارن دیگه. از اون برم گفته میشه آقای پالیزداد که مثلا 22 میلیارد سرقت شده، بعد جنوب شهر باید بیاب باشه، عرض کنم خدمتون اون برم زاغ نشین ها و کپر نشین ها. این چه جور حکومتی شما بفرمایید؟ این همون حکومت عدل علی است که روحانیت شیعه وعده میداد؟ چی هستیم؟ من آقای چالنگی این روزا دارم چندین متن رو راجع به بنی امیه میخونم، علاقه من شدم، چون بعضی از این آقایون روحانیون که با رژیم مخالفن هی اینا رو با بنی امیه مقایسه میکنن. من واقعا خوندم، الانم دارم تحقیق میکنم روی چند تا از بنی امیه، حتی مروان همار که میگن مروان همار. در طول تاریخ بنی امیه شما هرگز نه شقاوت و ظلم به اندازه شقاوت و ظلم این رژیم میبینید، نه فساد میبینید، بعد در مقابل سازندگی میبینید. دمشق رو تبدیل میکنن به مرکز عالم، چشم و چراغ عالم، هرچی دانشمند در جهان جمع میکنن اونجا، شاعر، نویسنده، طبیب از یونان، کار به مذهبش هم ندارن، جمع میشن که امتدادش بعدا میره تو عباسیان و دوران هارون دیگه اوج عظمتشه. این بازی های آخوند بازی اینا هم ندارن. حالا امام حسین رو کشتن، حضرت عباس رو کشتن، اینا که هزاران حضرت عباس و امام حسین رو کشتن، کشتن آدم های بیگناه چه فرق میکنه؟ امام حسین باز نواده پیامبر بوده، اومده حکم رو قاسب میدونسته حکومت رو بگیره. اینا که هزاران آدم رو تو زندان ها
کشتن داعشوار از همون روز اول بر بام مدرسه علوی تیرباران کردن. ببینید شما با یک رژیم، با یک فنومن جدید روبرو هستید، یه مجموعه آدم که نه دین دارن، نه وجدان دارن، نه شرافت انسانی دارن، نه دلشون برای مردم میسوزه، کشوری رو اشغال کردن. اون قرائتی راست میگفت دیگه، کشوری رو اشغال کردن. پسر اسماعیل خباز میشه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، رئیس بعثه حج نماینده مقام رهبری، تولیت حضرت عبدالعظیم. شما اینا رو نگاه بکنید، اینا اصلا به ایران به عنوان کشور اشغال شده نگاه میکنن، کاری ندارن، جنوب شهر برق نداره، ویلای بزرگ خودشون که داره. که آقای محسن رضایی عزیز که خیلی جوش مردم میزد، تصاویر ویلاشون رو برای من فرستادن، باقی که ایشون برای خودش درست کرده، نهر از وسطش میره و چجوری، و بقیه شون هم اینطور. آقای قالیباف که ادای ملیگرایی در میآورد، برای بنده عکساشو فرستادن خونه و زندگیشو، و همشون دونه دونه شون در چه شرایطی زندگی میکنن. بعد میگن آقا مصطفی پسر آقا کفشش پینه دوز انقدر وصله کرده دیگه میخواد ادای حضرت علی رو دراره. دروغ، اینا همه فریبکاری، اینا تظاهر جلوی مردمه. خونه آقا رضی شیرازی که میرفت درس بخونه نعلین پاره میپوشید، اما جای دیگه که بره نه اونجوری، خونه پدرزنش آقای خوشوقت که میرفت اینجوری نمیرفت. مملکه رو دارن میچاپن، زندگی رو دارن میچاپن، و عین خیالشون هم نیست و براشون اصلا مطرح نیست. رشوه میگیرن، دزدی میکنن. روسیه الان مسلط بر مملکت شده. صبح مصاحبه مطبوعاتی لاوروف با آقای ظریف رو میدیدم، شرم‌آور بود، شرم‌آور. آقای ظریف میگه دوست گرامی و عزیزم، دوست قدیمم آقای لاوروف، انگار پسر خاله‌شو دیده. واقعا آدم شرم میکنه. یه رژیم فاشیستی مثل روسیه میشه برادر و خواهر ایشون. میرسیم حتما به نکته آقای ظریف در مسکو که چه کرد، چه گفته و چه نقشی داره روسیه در گرداندن ایران و وضعیت ایران امروز چگونه است در ارتباط با روسیه که هر دم و هر لحظه جاپاهای تازه تر و گسترده تری در خاورمیانه پیدا میکنه. روسیه ای که سالیان سال، حتی بیش از یک قرن بود، میگفتن آرزوی دیرینش این هست که به آبهای گرم خلیج فارس راه پیدا کنه، که به میمنت و مبارکی اسلامی، حکومت اسلامی ایران نه تنها به آبهای گرم خلیج فارس رسید که به اون سوی خلیج فارس هم رسید، و در آبهای گرم خلیج فارس سالیان ساله که لنگر انداخته با سلام و صلوات ولی فقیه. و اما همین ولی فقیه آقای سازگارا 95 میلیارد دلار یا یورو زیر نگینش، یک قدم. رئیس جمهور پیشینش آقای خاتمی میگه دیگه کمتر از 1 میلیارد و 2 میلیارد اینا حساسیت برانگیز نیست، اینها رقم های بیتون دزدی هست. آقای پالیزدار گفته فعلا، آقای پالیزدار با اون عباس پالیزدار هم گفته نسبت نداره، یه 22 میلیارد ناقابل تازه هم ایشون کشف کرده در دفتر ریاست جمهوری مبارزه با فساد نهادش مثلا کار میکنه. گفته این قرار بود اینطوری بشه، اونطوری رفته به یه حسابای دیگه. اون جنوب شهر تهران بی آب، بقیه جاها بماند، بقیه ایران، اون پایتخته، پایین تر از دروازه قار که بچه ها خرید فروش میشن، کپرها بر سر مردم ویران، مردمی که برای یک لقمه نون به تهران اومدن. به خاطر همین موضوع نکبه شهردار تهران رو اعدام کردن که چون این وضعیتی نداشت در قبل از انقلاب. چه آدم شریفی هم بود. بفرمایید آقای ساز. بسیار آدم شریفی بود نکبه. بله معذرت. آقای نوری‌زاده؟ نه من گفتم نکبه آدم بسیار شریفی بود. آقای دکتر سازگارا باید صحبت کنم. معذرت میخوام. خواهش میکنم. نه به هر حال اشاره کردم. بفرمایید آقای ساز، تفسیر شما رو میشنویم. و آیا روحانیت همین هست که آدم عباش رو جمع کنه و با تونتراغ بشین اون بالا صحبت کنه، یا نه دستم آقا به خزانتون بکنید به این مردم برسید؟ کدومش هست؟ روحانیت شیعه که خب امتحان بدی پس داد در این
انقلاب اسلامی. به قول آقای منتظری، من از ایشون یه بار شنیدم میگفت در این جمهوری اسلامی همه امتحان پس دادن، و ایشون خودش میگفت ما آخونده هم امتحان پس دادیم و به نظرم از همه هم رفوزه تر شدیم. اما واقعیت این است که پاره ای از روحانیون سخت زیر فشارن از قضا، یعنی اونهایی که حکومتی نشدند و با حکومت همراهی نکردن، از صدر پیروزی انقلاب اسلامی معرض سرکوب امثال آیت الله شریعت مداری یا قومی، شیرازی، روحانی، خود آقای منتظری و غیره دائما زیر فشار بودند. در همین هفته گذشته معلوم شد که بعد از بستن تلویزیون هایی که به بیت آیت الله شیرازی وصل بودن، عواملی رو دستگیر کردند از بیت این مرجع تقلید و توی زندان زیر فشار گذاشتن در مشهد، در تهران، که بیان اعتراف بکنند که عامل اسرائیلند و عامل امریکا و انگلیس همزمان، و دارن که یه داعش شیعه میخواستن درست بکنن، چون تبلیغ حکومت ایران هم دائما این است که داعش ساخته اسرائیل و امریکاست. به هر صورت این ماجرا میخوام بگم بریدن گلوی هر مخالفی از سوی حکومت و به خصوص در دوره آقای خامنه ای با این بساطی که ایشون را انداخته، این کار روحانیون رو هم حسب بدعتی که آقای خمینی گذاشت در مرجع کشی دربر گرفته و دربر داره میگیره. ولی آقای چالنگی، به هر صورت به نظرم دولت آقای روحانی و شخص ایشون با توجه به حوادث اخیر به نقاط بحرانی داره نزدیک میشه. قابل پیش بینی است در دو سه ماه آینده این اختلافاتی رو که علیه روحانی هست، به خصوص وقتی که به مذاکرات نوامبر 24 نوامبر نزدیک بشیم و تکلیف پرونده هسته‌ای معلوم بخواد بشه، که به نظر من تلیعش رو باید در ماه سپتامبر در اوایل مهر ماه دید در نیویورک که آقای روحانی میاد به همراه هیئت همراهش، قراره که مذاکرات مقدماتی 5+1 صورت بگیره. اونجا میشه به نظرم قضاوت کرد که اگر پرونده هسته‌ای به این روالی که آقای خامنه‌ای اجازه نداده که پیشرفت بکنه ادامه پیدا بکنه، بعدش فکر میکنم که نوبت آقای روحانی هم به شدت میرسه. ماه عسل کوتاه ایشون با آقای خامنه ای الان هم میشه گفت تمام شده است، با همه فشاری که آقای روحانی آورد که پشتیبانای خودش هم از دست داد، مثل آقای رفسنجانی و خاتمی، که فقط رضایت آقای خامنه ای رو جلب کنه، ولی اون به نظر میرسه که حاصل نشده و داره میره، که قابل پیش بینی است که حوادث آبستن حادثه است این دعوا و اختلاف. به هر حال این دعوا در جنایه های مختلف است که در آغاز برنامه هم درباره صحبت کردیم. آنچه که هست اقداماتی هست که باید برای مردم انجام بشه که نه دولت روحانی ظاهرا به نظر میرسه کاری میکنه و نه اون یکی جنا، و هر دو سرگرم زدن در برکله هم هستن ظاهرا بر سر همین دارایی هایی که هر از چنگایی میبینیم میلیارد میلیارد از این بر اون بر سر در میاره. و در همین مسیر هست آقای نوریزاده که شما میبینین وکلای دادگستری که گاه میان حرفایی میزنن، به هر حال حالا چه سیاسی چه غیر سیاسی چه هرچه که هست، الان لایحه‌ای رو در مجلس دارن میبرن، رئیس کمیسیون یکی از این کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس گفته وکلای معاند رو به اصطلاح پرونده وکالتشون لغو کنه. بله. هر وکیلی در جمهوری اسلامی صدای حق رو سرداد در دفاع از حقوق موکلش حرف زد، این معاند خواهد شد. حالا دونه دونه میبینیم دیگه وکلای برجسته‌ای که بعضا واقعا انسانهایی بودن، تا پای زندان رفتن، الان دو زندانن و ایستادن، حسرت آخم به دلش سید علی آقا و
صادق خان لاریجانی گذاشتن. در مملکتی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه‌اش باشه، محسنی اژه‌ای فاسد قائم مقامش باشه، رئیسی دادستان باشه و پور محمدی وزیر دادگستریش، شما میتونید مجسم کنید قاضی مقایسه و قاضی حداد هم قضاتش باشن. میتونه آدم مقایسه بکنه که درک بکنه چیه و درک بکنه چرا این کینه و عداوت اینا با رضا شاه فروکش نمیکنه، چون دادگستری رو آزاد کرد، دادگستری که در اشغال آخوند بود آزاد کرد، اینا دوباره به دست آوردن. اما با تمام تلاششون، چون در اون زمان پیریزی دادگستری به شکل صحیحی توسط فرمان فرما مهدی قره‌خان هدایت و بعد داور اون دادگستری پایه‌گذاری شد، کانون وکلا درست شد، کانون مستقل وکلا، سردفتران درست شدن، همه اینا نمیتونن اینو به هم بزنن. چیکار میکنن؟ اولا میان یه مش وکیل مزدور رو قاطی اینا میکنن، وکیلی که استادش آقای اصحاب دست و آقای سعید مرتضوی، اینا میشن شاگردای اونا میشن وکیل. طبیعیست آقای کشاورز حاضر نیست با اینا توی جا بشینه با یه مش مزدور، اینه که اینا براشون سنگینه و اینا میخوان این وکلا رو به هر شکلی شده. دستور مستقیم آقای خامنه ایه، نویسنده ها رو داغون کردید، شاعرها رو داغون کردید، حالا نوبت اینه که هنرمندان رو داغون کردید، سینماگران رو داغون کردید، کار سینما ایران دست سعید امامی افتاد و حالا میگه نوبت چیه؟ حالا به نوبت وکلاست. هر جور شده باید خوردشون کنید تا دیگه گیتی پورفاضلی جرأت نکنه بیاد از حقوق موکلش دفاع کنه. اینا برنامه‌شون اینه و متاسفانه میگم ما جامعهمون دچار یه حالتی شده. گاهی اوقات من احساس میکنم اگر وکلا از کار بیفتن، این دوتا صدایی هم که بلند میشه تو دادگاه بالاخره به وظیفه ملی و قانونیش عمل میکنه، این دوتا صدا هم خواهد رفت. چرا نباید یه همبستگی ملی باشه در حمایت از وکلا، در حمایت از نویسندگان، در حمایت از هنرمندان؟ چرا باید اینجوری باشه؟ بله آقای نورزاده اشاره کردن به آقای سعید امامی که میدونیم، یا سعید اسلامی که در زندان چه شد، که به هر حال یکی از موضوعات جنگ میان جناح مختلف حکومت هست. به سینما اشاره کردن، این رو هم من بگم در خبرهای روزهای اخیر بود که آقای مسعود کیمیایی فیلمساز ایرانی که یکی از مبلغین معروف آنچه که آقای رجایی نخست وزیر پس از انقلاب گفت فرهنگ سرچشمه، همون فرهنگ قیصر، همون فرهنگی که بازوی اقتصادیش بازار بود، بازوی سیاسیش منبر بود و بقیه مسائل، علی‌رغم مشکلاتی که مردم سرچشمه داره، آقای مسعود کیمیایی گفتن که با آقای سعید امامی ارتباطی نداشت، یعنی پولی دریافت نکردن. حالا امیدواریم در زمانی به این موضوعات بپردازیم، نقش سعید امامی در سینمای ایران و حمایتی که از فیلمسازان ایرانی کرده بود وزارت اطلاعات در زمان سعید امامی و بعدها در همین زمانی که هست. امیدواریم در برنامه‌های ویژه‌ای به مناسبت خبرهای روز در این زمینه صحبت کنیم با اسناد و مدارکی که وجود داره و به دست ما نیز رسید. اما در همین زمینه آقای سازگارای عزیز، ببینید این وکلای دادگستری رو میخوان به این شکل پرونده‌هاشون رو لغو کنن، پرونده وکالتشون رو. ولی نکته دیگه هست، زندانیان دوره زندانشون رو گذروندن یا در حال گذراندن هستن، مثل آقای ارژنگ داوودی. دوباره تجدید نظر میکنن بعد از مدت‌ها و حالا به اعدام محکوم میشن. این نوع عدالت چه نوع عدالتی است؟ اون از نوع اقتصاد، این از عدالت. آقای ارژنگ داوودی که اشاره کردید، آقای چالنگی، این روزها همه نگران هستند برای اینکه پرونده ایشون به دیوان عالی کشور رفته و در حالی که نزدیک به 12 سال حبس رو ایشون تحمل کرده در زندان به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق اعدام برای ایشون بریدند، زندانی که در سالهاست در زندان. البته این مسبوق به سابقه است، برای اینکه در سال 67 زندانیانی که زندانشون رو میگذروندن یا خیلی هاشون گذرونده بودن، در فاصله کوتاهی
بیش از 4000 نفرشون رو در زندان اعدام کردن. واقعیت این است که قوه قضاییه آقای نوریزاده تصویر جالبی رو ارائه کرد، من اینجوری کنار هم نگذاشته بودم. قوه قضاییه که یک سره در دست ولی فقیه، شما نگاه کنید صادق لاریجانی، پور محمدی، رئیسی، اژه‌ای گردانندگان اصلیش هستند و واقعا یکی از یکی بدسابقه تر، خونریزتر و بی‌محتواتر. چه توقعی میشه داشت؟ قوه قضاییه وابسته به شخص ولی فقیه، غیر مستقل و تا بن دندان فاسد. بعدم ببینید حکومت نهادهای مدنی رو ویران میکنه، تحمل نمیکنه. این سازوکار استبداد هست. استبداد مردم رو منفرد و جدا از هم میخواد، نمیتواند تحمل کنه که مردم متحد باشند در نهادهای مدنی. و نهادهای مدنی سنتی ما بسیار نیرومند هم بودن از سالها قبل از انقلاب، هم مثل سازمان نظام پزشکی، مثل جامعه دندانپزشکان، مثل همین کانون وکلا، کانون نویسندگان. خب آماج سخت‌ترین سرکوب ها در تمام این سالیان قرار داشتن و بیش از همه هم ضربه خوردن، به قتل رسیدن، پاره اعضاش زندان افتادن. همین الان عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده، وکلای دراویش گنابادی و ده ها وکیل دعاوی فقط در زندان. پدیده‌ای که شاید جز جمهوری اسلامی در هیچ کجای دیگه دنیا من حداقل سراغ ندارم. حتی استالین به عنوان دکور هم شده چند تا وکیل رو نگه می‌داشت و دادگاه فرمایشی درست می‌کرد. آقای دست کم به زندان نمی‌فرستاد این همه وکیل رو. هیچ وقت همه وکیل های یعنی... ما به استره یه دوره زندان گذرونه. من دقیقا اونم زندان های طویل المدت 10 سال و 11 سال، امسال آقای دادخواه سلطانی و آقای دکتر سیفزاده محکوم شدن. برحال ببینید آقای چالنگی، از بین بردن نهادهای مدنی فرایند دائمی هست. انجمنهای اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، ادوار تحکیم، سازمان دانشجویان لیبرال، جنبش کارگری، الان بسیاری فعالین کارگری ما در زندانن. اما به هر صورت ببینید همونجوری که جنبش کارگری الان راه خودش رو باز کرده علارغم سرکوب نهادهای کارگری، در سنگ معدن بافت 5000 کارگر متحد ایستادند و جالبه که مردم شهر هم پیوستند و شب تا صبح جلوی فرمانداری تحصن میکنن چند هزار نفر و از خواستشون کوتاه هم نمیان و حتی گفته بودن دستگیر شدگان وسیقه بذارن آزادشن. خانواده ها ایستادن و میگن گناهی کرده یک کارگر که باید وسیقه بگذاریم آزاد بشه. همین مسیر رو به نظر من جنبش های نهادهای مدنی دیگر ما، مثل معلمین، دانشجویان، نهادهای زنان، اقوام، ادیان و وکلا، نهادهای صنفی گوناگون می توانند طی بکنند و نهاد مدنی رو که حکومت سرنگون میکنه به شکل غیر رسمی میشه سازماندهی بکنه. حالا این بحثی قدرت... امیدواریم که بتونن چنین بکنن، امیدواریم بتونن زندانیان سیاسی در ایران نباشه و آقای ارجنگ داوودی و کسانی که به خاطر فکر و عقاید سیاسیشون هر چه که هست در زندان هستن همه آزاد باشن، نه در ایران، در همه جای دنیا. این اشاره رو بکنم که آقای پور محمدی که اشاره شد یکی از کسانی است که نقش اساسی داشته در کشتار دهه 60 که آقای سازگارا اشاره کرد، زندانیانی که در زندان بود. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگه در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا.
آقای نوریزاده، در مورد آقای ظریف به مسکو رفته که اشاره کردید، پیش از رفتنش به مسکو ایشون سری به کردستان عراق زد. بله. آقای بارزانی و آقای بارزانی هم استقبال شایانی از ایشون کرد و همکاری که حکومت ایران داشته با آقای بارزانی، اما آقای بارزانی در واقع هیچ وقت هم توضیح هنوز روشنی نداده که چرا کردهای غیر مسلمان رو دولت خود مختار عرض کنم خدمتون کردستان در برابر تیغ برنده و شمشیر از غلاف بیرون آمده داعش تنها گذاشت. برحال اون یک بحث دیگه است، بحث این که این روابط رو شما چطور ارزیابی میکنید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در منطقه و همینطور. بله، براتون عرض بکنم زختی که سرانجام این ننگ حزب الدعوه و جمهوری اسلامی نوری المالکی ناچار شد با موضعی که مرجعیت گرفت و کلیه نیروهای سیاسی عراق کنار بکشه، یعنی حالا هنوزم که نرفته، هنوز شرش باقیه، و آقای حیدر العبادی اومد، صحبت این بود که گفتن جمهوری اسلامی اون نظر مهر رو با ایشون نداره، و بعدم آقای مالکی صحبت از اینکه ایشون رو محاکمه بکنن به خاطر دزدی خودش، پسرش و جنایاتش، آقای ظریف رو فرستادن. اولا من این چیزی براتون بگم، آقای چالنگی وزیر امور خارجه ایران، یعنی مقام بسیار بالایی داره، در همه جای دنیا هم هست، دوچار دیسک کمرم هست که روی تخت روی برانکار بردنش تو هواپیما و با وضع بدی دور اول مذاکرات رو شروع کرد، توی بیهوش هم شد در درد. این چارزانو رفته جلوی این آخوندهای نجف نشسته، آدم خجالت میکشه. این وزیر خارجه منه، ای داد و بیداد، آدم خجالت میکشه، میگه ای خدا عباس علی خلعتبری وزیر خارجه ما بود، آدم افتخار میکرد. خود اردشیر زایدی نگاه بکنید، الان خبرهایی که راجبش اومده در دوران وزارت خارجهش، عباس آرام، قدس نخعی، چه کسایی وزرای خارجه ما بودن و جای اینا که نشسته، که میره چارزانو جلوی آخونده میشینه، تظاهر فریبکاری برای اینکه آقای بشیر و نجفی، بشیر نجفی چی کار است؟ بشیر نجفی یه مولای پاکستانیه، به ما چی کار داره که ایشون میره چارزانو جلوش میشه؟ چون بشیر و نجفی با مالکی بده، میرن اونجا پولی بدن و یه چیزی بدن، آقازادش رو دلشو به دست بیارن. بعد حالا این مال بغدادش که بعد رب با بقیه ملاقات کرد و اظهار این که ما خلاصه هستیم و همچنان صاحب عراق. کردستان که رفت، به نظر من اتفاقا مسعود بارزانی هوشمندی کرد، برای اینکه ببینید شر اینا رو بکنه، اینا اول یه مقدار اسلحه دادن، یه مقدار خمپاره انداز و از این چیز مینی کاتیوشا به اصطلاح 108 میلیمتری. آقای بارزانی اومد اینو علنی کرد، چون جمهوری اسلامی میگفت نه ما، نه ما کارشناس، نه علنی کرد گفت اینا ما اسلحه دادن. دوم این که امریکایی‌ها پاشونو که اونجا گذاشتن پای جمهوری اسلامی رو بریدن. بنده دقیق به شما میگم الان یه دونه از عوامل سپاه اونجا نیستن، تمام کنترل در اونجا دست امریکایی‌هاست. انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها هم اومدن، تقویت کامل نظامی هم میکنن اونجا. هم ایشون اینو گفت، یه در واقع چی بگم، خواستن یه جوری مثلا زیر هندونه زیر بغل جمهوری اسلامی بذارن که آقا بله خیلی ممنون، این آقایون اول به ما اسلحه دادن. ولی جمهوری اسلامی اسلحه نداد که کردا تقویت بشن. جمهوری اسلامی دیرگاهی است جنگای کثیف خودش رو با دست دیگران میکنه. در لبنان مردم لبنان رو به کشتن میده در برابر اسرائیل، در غزه مردم فلسطین رو به کشتن میده. شما نگاه کنید طرح صلح مصر که 4 روز بعد از شروع جنگ اگر حماس پذیرفته بود 2000 تا کشته نمیشدن، 10000 تا مجروح، 100000 تا خونه بین نمیرفت. به تشویق جمهوری اسلامی و پول جمهوری اسلامی نپذیرفتن، اینجا با خفت و ذلت همون طرح صلح مصر رو الان پذیرفتن. حالا اسمش البته حماس گذاشته پیروزی آقای نوری. بله من میگم، گفت یه مقاله بسیار جالبی عبدالرحمن راشد نوشته بود راجع به همین، کدوم پیروزی؟ پیروزی که تمام مملکت داغون شد، اسرائیل 40 تا کشته داده، شما 2000 خورده کشته دادید، 10000 مجروح دادید، 150 تا مدرسه تون نابود شده، فردا بچه‌ها کجا برن درس بخونن؟ و نمونه های مختلف
حالا قرازم این از این پیروزی ها ما هم داشتیم دیگه، خرمشهر آزاد شد، ارتش ما پیروز شد، نیروهای سپاه پیروز شد، همه آقای خمینی جنگو ادامه داد، 6 سال بعد با خفت جام زر رو سر کشید، حماس هم همین کارو کرد، حزب الله هم همین کارو میکنه در سوریه، رژیم اسد هم همین کارو میکنه. ببینید هر چیزی به این بدعت منحوس ولایت فقیه وصل میشه سرنوشتش همینه، عیناً همینجور خواهد شد. آقای نوریزاده ببینید، البته خب پیروزی از جهاتی هست دیگه، مثلا ابو زهری هست برای آقای خالد مشعل و اینا هست، به هر حال حسابای بانکی بالا خواهد رفت، کمان که اسنادی که منتشر شده، من برای بینندگان میگم آقای خالد مشعل بالای 5 میلیارد دلار در حسابش هست و همینطور موسی ابو مرزوق طراح عملیات نظامی حماس که حدود 2 میلیارد دلار. اما رئیس جمهوری یمن هم اشاره کرده که سپاه پاسداران در واقع حوثی‌های یمن رو آموزش میده و کمک میکنن در یمن. آقای چالنگی باز سید علی آقا داره بزرگترین اشتباهش رو مرتکب میشه. مردم یمن از همون زمانی که با مرحوم جعفریان ما رفتیم، شما یادتونه خودتون تو تلویزیون تهیه کننده‌هاشون رو آموزش دادید، این بچه‌های یمنی عاشق ایران، یعنی ایران ایرانی میرفت یمن، آقای الحمدی رئیس جمهوری یمن به استقبال معاون تلویزیون ایران اومد، برای آقای جعفریان فرش قرمز انداختن. حالا یمن رو کاری کرده جمهوری اسلامی که ملت متنفرن، برای اینکه الان حوثی ها صنعا رو محاصره کردن. آقای عبدالملک حوثی گفته ما نمیذاریم غذا بیاد، درست رفتن عین حزب الله که اگه یادتون باشه تو 2006 تا 2008 دولت سینیوره رو مختل کرد، 18 ماه چادر زدن روبروی سرای حکومتی، جلوی ورود وزرا وکلا همه رو گرد. حوثی همین کار رو کرده اونجا، شعارشون هم یکیه، هیهات من نازل الموت لامریکا، و اومدن اونجا چادر زدن، یعنی معلم ها یکی هن. آقای عبدالرب هادی منصور رئیس جمهوری یمن چند تا موضوع مهم رو فاش کرد. یکی اینکه گفت دو تا پاسدارا رو گرفتیم که آمده بودن اینجا کارخانه موشک درست کنی را بندازن، اینا رو دستگیر کردیم و اعتراف کردن. دوم اینکه گفت جاسوسخانه های جمهوری اسلامی به اسم سفارت و بیمارستان، اینا رو ما تمام جزئیات شد در آوردیم. سوم اینکه کارشناسا و مستشارای نظامی ایرانی دارن حوثی رو تعلیم میدن و در کنارشن، و بعد گفت 1600 حوثی در ایران دارن آموزش میبینن. شما فکر کنین بچه های ما دانشگاه را پیدا نمیکنن، سه شیفته مدرسه میرن، وزیر آموزش پرورش گریه میکنه که پول نداریم مرسال را بریم. 1600 تا یمن، حالا چند هزار تا از عراق، افغانستان، بورکینافاسو، اینا همینجوری دارن، حوزه علمیه آقای زکزکی در نیجریه، از این چیزا فراوونه. و متاسفانه کاری که آقای خامنه ای در یمن داره میکنه، این آتشش تمام سر و ریش همشون رو خواهد سوزوند، و مطمئن باشید در یمن هم اینا شکست خواهند خورد. آقای نوریزاده به سفرشون به یمن اشاره کردن، در زمان پیش از انقلاب همراه مرحوم جعفریان معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران این نکته رو هم اشاره کردن که در اون زمان یمن برای راه اندازی تلویزیون از ایران کمک خواست، برای آموزش گروهی رو به ایران میفرستادن برای دیدن آموزش در سازمان رادیو تلویزیون ملی، نه برای بم سازی، نه برای بم سازی، برای اینکه مردم یمن رو آگاه کنن تلویزیون بذارن، و ایران براشون تلویزیون، رادیو، بیمارستان از اینا درست میکرد، ولی جمهوری ولایت فقیه براشون بمب و نارنجک و کاتیوشا و آربیچی میفرسته، آربیچی هفت میفرسته تا ویران کنه و آدم بکشه. بله، یاد همه کارگزاران، کارکنان تلویزیون ملی ایران به خیر، اجاسن تندرست و خوش باشن، همونطور که همه زحمتکشان برای آبادایی و آبادانی ایران. آقای سازگارا، این سیاست خارجی ایران در ارتباط با روسیه واقعا تا چه اندازه در مسیر آب و آبادانی ایران هست؟ آیا همون اندازه که روسیه بهره‌مند میشه از این سیاست که به هر حال حق داره به منافع خودش بیندیشه، هیچ جای ملامتی نیست، آیا همون اندازه هم ایران بهره‌مند میشه از این رابطه به این کیفیت؟ نه اینکه نداشته باشه، داشته باشن، ولی متعادل هست.
نمیدونم واقعیتش که الان حاضر و ذهن نیستم. مثلا تراز بازرگانی ایران و روسیه چقدر به لحاظ تجاری یا مسئله سیاسی؟ به هر حال روسیه الان با درگیری که در اوکراین برای خودش درست کرده و تجاوزی که به اوکراین کرده در چند روز گذشته، خودش در معرض شدیدترین تحریم ها قرار گرفته و آقای اوباما اعلام کرد که قصد دخالت نظامی در اوکراین رو امریکا نداره، ولی تحریم ها شدیدتر میشه. الانم اتحادیه اروپا وزرای خارجش جلسه اضطراری گذاشتند برای تشدید تحریم ها. و جالب آقای لاوروف که خودش کشورش در معرض تحریم قرار داره، اعلام کرده بود که تحریم های جمهوری اسلامی قابل رفعه. من نمیدونم به چه اساسی آقای لاوروف این حرف رو زده بود، ولی رفتن آقای ظریف به مسکو بیشتر به پرونده هسته‌ای مربوطه. مسائل دیگه به نظر من فرعه، برای اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که جواب سوالاتش رو نگرفته. هفته گذشته گفت ایران همکاری‌های لازم رو نکرده و اگر اینطور باشه هیچ امیدی به رفع تحریم‌ها نمیشه داشت. به نظر هم میرسه جمهوری اسلامی آقای چالنگی بیشتر دنبال این است که بلکه روزی 500 هزار بشکه نفت به روسیه بده، به جاش کالا بگیره و روسیه این نفت رو یا خودش مصرف کنه یا به نیابت از ایران بفروشه روسیه، که خودش الان زیر فشار تحریمی قرار داره. موضوعی که به سرعت با واکنش دنیا مواجه شد و امریکا وزارت خزانداریش هم اعلام کرد که روسیه حق چنین کاری رو نداره، چون فقط 9 کشور رو امریکا اجازه داده نفت ایران رو بخرن، تازه اونها هم به جاش کالا میدن، روسیه تو اون جمع نیست. و فکر نمی کنم که مسئله بحران صادرات نفت ایران و مسئله تحریم ها از طریق روسیه قابل حل باشه، به خصوص این که در دولت هم بخش وزارت نفت اصلا دل خوشی از همکاری با روسیه نداره، همینطور هم با چین. چرا؟ که این چند چرا ساله نداره آقای؟ این علتی که نداره مبنای ملی داره، یا اینکه روسا میگیرن پول نمیدن دوستان نمیتونن کاملا نه کاملا برای اینکه تکنوکرات های وزارت نفت، بدنه وزارت نفت فشار میاره به کسی که در رأس میشینه مثل آقای زنگنه، اگر یه مقداری تکنوکرات هم باشه گوش کنه، نه مثل آقای رستم قاسمی که از زیر دستش 10 تا امثال بابک زنجانی و میلیاردها دلار دزدی در میاد. به محض اینکه بخواد اون وزارت خونه رو راه ببره، بدنه تکنوکراسی فشار میاره که به سمت آمریکا باید رفت، به سمت اروپای غربی باید رفت، احتیاج به تکنولوژی هست، وسایل هست و امکانات هست. در حالی که تجربه چند سال گذشته، چه چینی ها در میادین نفتی و گازی اگر کار کردن تمام پروژه ها رو نیمه تمام گذاشتن، کاری پیش نبردن و فقط پول خوردن، و چه روس ها تجربه ای که ازشون هست تجربه تلخی است که پروژه ها رو به اتمام نرسوندن، کار نمی کنن، ضمن اینکه فاقد بسیاری از تکنولوژی های جدید هستن. خود روسا محتاج غربن در این زمینه ها. خب آقای نوری‌زاده، ولی که این برخی هم این رو میگن که حکومت ایران و مسکو مصالح مشترکی هم در منطقه دارن، از جمله حفظ حکومت بشار اسد. کاملا، امروز هم در مصاحبه مطبوعاتیشون دقیقا روی نشانه کرد. این آقای لاوروف گفت ما با جمهوری اسلامی از ابتدا نظرمون این بود در سوریه باید با تروریست ها مبارزه کرد، مثل اینکه اول اصلا تروریستی بود، شما تروریست رو ایجاد کردید، اول که مردم بیگناه بدون سلاح سوریه خواستار اصلاحات بودن. ببینید الان من بهتون میگم، آقای لاوروف
و دولتش آقای پوتین، اینا با این ادعا که بله ما تروریسم در خود روسیه هم هست، این چچنا رو میبینید چه جوری هست، اینا توجیهگر سیاستشون در منطقه شدن. یه موقعی بود اگه یادتون باشه، اون موقع شرق و غرب روسا از مظلومیت ها حمایت میکردن، حالا به هر دلیل مصلحت خودشون بود، یه موازنه وجود داشت. امروز روسا گرگ خونخوار بدتر از گذشته شدن، هر جا که حضور دارن علاوه بر منافع اقتصادیشون همون اطماع سابق KGB رو در قالب جدید پیاده کردن. ایران که مستعمره شون شده خیلی راحت، سوریه که مستعمره شونه، و متاسفانه آقای لاوروف که یه سیاستمدار ارمنی و خیلی متشخصه، سالها نماینده کشورش در سازمان ملل بوده، امروز در کنار ظریف، آقای ظریف به همون بی‌ربطی حرف میزد که آقای ظریف حرف میزد. گوشای سازشو با ساز ظریف کوک کرده بود. دقیقاً، حتما این کارو کرده. رهبر ارکستر هم آقای خامنه‌ای بوده، معاونش هم آقای پوتین، یا برعکس. خب ببینید این نقش روسیه که میگن پیشرفت کرده در خاورمیانه، شما الان هر جایی که میبینید به هر حال روسیه هست. بله. از سوریه تا جاهای دیگه. به خاطر این رو خیلی معتقد هستم. بله، معتقد هستم سهل‌انگاری و دیپلماسی به اصطلاح ناکارآمد پرزیدنت اوباما در خاورمیانه است که جاپای روسیه رو فراهم کرده. برای شما یادداشت‌های خانم کلینتون هم میبینید به این مسئله اشاره میکنه. شما این در مصر، مصری‌ها از زمان سادات که برگشت از روس‌ها یه متحد بزرگ غرب بودن همیشه، رفتار آمریکا مصر رو دوباره هل داد به سوی پوتین. دیدیم ملاقات اخیر آقای سیسی با پوتین، دو بار از مسکو دیدار کرده و الان قرارداد مفصل نظامی با مسکو بسته. اشتباه آمریکا، آقای اوباما واقعا در دورانش دنیا رو، اون اعتبار آمریکا رو زیر سوال برد، تبدیلش کرد به قدرت درجه دو و همه جا روسا جلو افتادن و این واقعا اسباب تأسفه. در همین زمینه آقای سازگاره به طور مختصر، حتی ما دیروز اینجا جلسه داشتن شورای امنیت ملی آمریکا، پس از اونم سخن به اصطلاح نشون دهنده این که عملیاتی به زودی انجام خواهد شد یا نه نبود و اوباما گفت ما هنوز استراتژی مشخصی نداریم. و وقتی چنین هست، خیلی‌ها معتقد هستن که فضا برای پیشروی روسا در منطقه بسیار مناسب خواهد. این حرف آقای اوباما در مصاحبه مطبوعاتی شاید چالنگی نقل تمام رسانه‌های امریکایی شده از روز چهارشنبه تا الان. آقای اوباما گفت ما در مورد، چون هم منتظر بودن از ایشون بشنون که در کوبیدن داعش، چون سر داعش الان در سوریه است، در رقاص، برای نیروی هوایی امریکا کاری نداره، میتونه داعش رو خورد و خاکشیرش بکنه، منتظر بودن این رو از آقای اوباما بشنون. ایشون آب یخ رو سر همه ریخت و گفت ما استراتژی نداریم، برنامه هم نداریم، منم نمیتونم برم کنگره. انقدر این حرف ایشون بد شد که کاخ سفید بعدش سعی کرد اطلاعیه داد، سعی کرد بلکه ماستمالیش بکنه، اما مطبوعات آزاد در آمریکا دست از سر این حرف آقای اوباما بر نداشتند و به شدت ایشون رو الان معرض نقد قرار دادن. به هر حال عملکرد ضعیف آقای اوباما در سیاست خارجی به نظر من باعث شده که در درجه اول خاورمیانه و در درجه بعد سایر نقاط دیگه به شدت در معرض مشکلات قرار گرفتن و دیکتاتورهایی مثل پوتین یکتازی میکنن. آقای نوری‌زاده حدود یک دقیقه وقت داریم. در فضا چون این استنباط میشه و اسم میشه که زمینه برای یک برخورد گسترده شیعه سنی یا سنی و شیعه رو دستایی در کار هست که عملا داره فراهم. بله، من به تو، یعنی خطاهای جمهوری اسلامی، همین کشتن آقای ریگی الان تو این شرایط، در حالی که عبدالرؤوف ریگی دنبال تفاهم بود، یه جوری من شنیدم میخواسته یه گروه معتدلی رو درست کنه، خب این کار غلطی بود. یا در یمن الان اکثریت سنی‌ها در یمن بلند شدن علیه
حوثی ها و زیدی ها و این تمام آشوب ایجاد کردن در لبنان. مردم حزب الله رو مسئول وضعی میدونن که گروه جبهه تندروهای سوریه بیان و در شهر مرزی لبنان مستقر بشن. منظورم اینه بله زمینه هاش متاسفانه هست و گفتی که با این علما مردم هنوز ناامیدن، نه با این علمایی که ما داریم به زودی جنگ شیعه و سنی هم علم میشه. بله یکی از این علما آقای نوریزاده، آقای مکارم شیرازی هست که ایشون گفته که امام جعفر صادق گفته علم و دانش در شهری به نام قم آشکار میشه. بله و ایشون هم فرمودن مخالفت کردن، گفتن اینترنت تون و کامپیوتر و تلفن همراه تون اینا کفره، اینا بله یعنی این اینترنت و اینا ما از علم نیست، اینا مربوط به اما غارت شکر مردم و ثروت مردم توسط خودش و آقازادش، اینا کفر نیست، اینا ظلم نیست. اما اگه یه تلفن همراه یکی داشت و به صدای ما یا تلویزیون ما نگاه کرد یه جای دیگه، این کفره. حالا ظریفی هم گفته بود، نه این محمد جواد ظریف، نکته سنجی که آقای مکارم چنین گفته، امام صادق گفته که علم و دانش در شهر به نام قوم آشکار میشه. شما اگر فکر میکنید امام جعفر صادق چنین نگفته، خب برید ثابت کنید. با سپاس از شما آقای نوریزاده عزیز و همینطور آقای محسن سازگار، با سپاسی دوباره. به اتفاق همکارانم در استودیو لندن، رضای گرامی مسئول تصویر و علی عزیز کارگردان فنی، رامین مسئول فنی استودیو، قدرت گرامی مسئول تدارکات برنامه های مختلف از جمله تفسیر خبر، برای شما روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. تینای عزیز تهیه کننده برنامه همچنان در مرخصی است و هفته آینده به ما خواهد پیوست با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، آسماری و تفتان و تابش آن بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.